در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. بینندگان عزیز، با درودی متواضعانه برنامه دیگر از نگاهی به درون رو با شما عزیزان آغاز میکنم و از همین لحظه برای پاسخگویی به سوالات روانشناسی، زناشویی، خانوادگی در خدمت شما عزیزان هستم. تلفن های تماس ما 818-70-80-222 و 818-70-80-300 818-70-80-300. قبل از اینکه شما عزیزان فرصت کنید روی خطوط بیاید، باید دو سوالی که پرسیدید در هفته‌ای که گذشت و وقت تمام شد و من نتونستم پاسخ بدم براتون مطرح بکنم. یک سوال راجع به سوء زن بود، سوء زن و حسادت بود، که چرا بعضی از حالا خانوم‌هایی که دو خانومی که سوال کرده بودن اشاره کرده بودن آقایون، ولی سوء زن و حسادت در میان آقایون و خانوم‌ها هر دو دیده میشه، بنابراین یک چیزی نیست که فقط به یک جنسیت خاصی برگرده. و پرسیده بودن که چرا پاره ای از آقایون به خصوص در زمینه‌های جنسی همسرانشون رو متهم به رابطه داشتن با دیگران میکنن و اینا. ما بذارید اول یه تقسیم بندی بکنیم و اون اینه که ما یک سوء زن بیمارگون داریم که از بیماری تحت عنوان پارانویا ناشی میشه، به اصطلاح شک و سوء زن، که بیماریه و این نوع با مصرف دارو تغییر میکنه و نوعی بهبودی توش حاصل میشه. ولی یک سوء زن های دیگری داریم که به خصوص ویژه زنان و مردان میان ساله. در پاره ای از آقایون وقتی که هورمون مردانه افت میکنه و خودشون احساس ناتوانی جنسی میکنن یا احساس بیکفایتی در برآوردن نیازهای همسرشون میکنن و خودشونم به دلیل فرهنگی و گذشته دستی در دلگی های جنسی داشتن، از طریق فرافکنی این بر روی همسرانشون اونها رو در موضع دفاعی و ترس و تردید قرار میدند که این نوعی در واقع کنترله که بسیار هم شیوه ناسالمی هست برای این کنترل. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم دکتر. سلام عزیزم، بفرمایید. من یه سوال داشتم از حضورتون در رابطه با دو تا دخترم که یکیشون 21 سال و دومی 18 سال هستش. بله. البته یه توضیحی باید خدمتتون بدم که من وقتی که بچه‌ها کوچیک‌تر بودن جدا شدم از پدرشون و پدرشون اینا رو از من پنهان کرد و الان دوباره مجددن یه 3 سالیه که با دختر بزرگم در تماس هستم. کوچیکه هم جدیدن 1 ماهی هستش که باش در تماس هستم. چند ساله بودن که شما جدا شدید؟ 7 ساله و 10 ساله. آها. اون وقت از اون موقع دیگه ندیدید تا الان؟ بله ندیدم تا الان. واه. خب بفرمایید. سوال من این هستش که خب من با دختر بزرگم که در 3 سالی هست در تماس هستم، کوچیکه 1 ماهه گفتم خدمتتون، و دلیلش هم این بودش که توی این مدت که خب حضانتم با پدر بود و خب من مشکلاتی داشتم در ایران که بودم، اینها رو قایم کرده بود و آدرس عوض کرده بود و همه این داستانها. بعد من از ایران خارج شدم، حدود 6 سال بعد از جدا شدنم ادامه تحصیل دادم و از اونجام باز به یه مملکت دیگه سفر کردم. ایران نیستم الان، بچه ها در ایران هستن. کوچیکه در واقع امتحانی رو پس کرده بود که برای ادامه تحصیل به آلمان بره که سفارت آلمان ازش خواسته بود که باید مادرت اینو امضا بکنه، نامه رو، که ما بتونیم به تو اجازه بدیم. اینجا شد که پدر مجبور شد
دیگه دید حضانت کار نمی کنه، اجازه بده که با من تماس بگیره کوچیک. البته بزرگ یواشکی پدر با من تماس گرفت که خب بزرگتر از 18 سال شده بود. الان سوال من در خصوص کوچیکه اول مطرح میکنم، اونم اینه که حدودا تا یک ماه دیگه احتمالا به آلمان سفر خواهد کرد برای ادامه تحصیل و خب من به هر حال دلم پر میزنه هر دفعه که این بچه ها رو ببینم. منتها همیشه هم دوست دارم کار درست انجام بشه، فقط این نباشه که خواسته من باشه. سوالم اینه که آیا بذارم که اون بخواد که من برم ببینمش و آمادگی دیدن منو داشته باشه، یا اینکه نه من واقعا وقتی که رفت اونجا برم به دیدنش بدون اینکه منتظر درخواست بشم، چون به هر حال اینا الان بزرگم برای خودشون میتونم تصمیم بگیرم. خب اول یه سوالی من از شما بکنم، چطور بوده که دولت آلمان اجازه شما رو خواسته؟ طبق در واقع قوانین آلمان، و خب من خیلی هم برام مثلا اینقدر احساساتی شده بودم یه یک هفته ای که طبق قوانین اونا، چون کوچیکه هنوز یه چند ماهی مونده که 18 سالش بشه، باید مادر هم، گفتن کاستیتی مهم نیست، مادر هم باید اجازه بده. و من یه دوستی در آلمان دارم که گفتن به من گفتش که اصلا مادر اینجا همه کار است، پدر خیلی مهم نیست اصلا کی باشه. و بعد سفارت آلمان رفتم، در شهری که هستم مراجعه کردم که یه نامه بعد تهیه میشد که مطمئن شم که هر کارو دارم درست انجام میدم. به من چندی بار خود سفیر رو دیدم، گفتش که بلافاصله که وارد بشه اصلا قوانین مملکت اونجا حاکم خواهد بود و تو مهمتر از پدرش خواهی بود، مساوی هستن، ولی در هر صورت تو ما قوانین کاستی ایران و اینا رو اصلا دیگه کار نداریم. اوکی، حالا سوال دیگرم اینه که این دختر کوچک خودش با شما گفتید تماس داشت، نه؟ صداتون خیلی قطع و وصل میشه. عرض کردم شما گفتید که فکر کنم سوالتون این بود که آیا با من در تماس یا نه؟ بله بله، با من تماس صوتی در واقع روی تلگرام که صدا میذارن از من خواست، سلام کرد مثل یه آدم غریبه. البته من خواهش میکنم از شما که یه نامه بنویسین که اجازه بدین که من اونجا میخوام درس بخونم، اجازه بدین این کارو من بکنم. بعد من یه سوالایی داشتم اونجا ازش، اول که بهش خیلی تبریک گفتم، البته من قبلا براش مسیج فرستاده بودم، خیلی ابراز علاقه کرده بودم همه اینا، ولی خب جوابی نداده بود. حالا به هر حال اونم شرایط زندگیشون میدونم که یه سوال جدیدی که پدرش گرفته خیلی اذیتشون کرد و در جریان داستانای اونجاشون هم هستم. یه سوال دیگه، یه سوال دیگه، شما ازدواج مجدد کردید؟ بله، من جدیدن یک سال ازدواج کردم، یعنی بعد 12-13. اون وقت فرزند دیگری هم داری یا نه؟ نه، من آره. بچه دیگه ندارم، بچه دیگه. آره، اون وقت موقعی که داشتی ازدواج میکردی با دختر بزرگت که باهات در رابطه بود در میون گذاشتی؟ یه بار دیگه اگه لطف کنی سوالتون با صداتون قطع وصل میشه. صدای من نمیدونم چرا قطع وصل میشه، شاید تلفن شماست. عرض کردم من از تلفن ثابت تماس میگیرم، موبایل نیستش. عرض کردم آیا دختر بزرگتون که با شما 3 ساله در ارتباطه، شما از ازدواجتون با او صحبت کردید؟ بله بله، میدونه که من ازدواج کردم، خوشحالم نبود از این قضیه، میگفتش که تو ازدواج یعنی شوهر کردی پس اونو به من ترجیح دادی، در صورتی که من قبل از اینکه ازدواج کنم بهش خیلی اصرار کردم که من میتونم تو رو بیارم اینجا، اگر میتونی هر کاری میخوای بکنی بکن، من بیارمت اینجا پیش خودم. منتها اصلا قبول نکرد و گفت من نمیخوام بیام و به من هی نگو بیام. و خب سنش کم بود، شرایطش مساعد نبود، بعد که بعد این 3 سال پیش بودش و اینا، ولی این 1 سال اخیر من بهش گفتم، ناراحتم شد، پیش خودش فکر میکرد که باعث کاری کنه که اون خانوم از پدرش جدا شه ما با هم برگردیم، این فکر میکنم این رو تو ذهنش پرورونده بود. بله خب. خب حالا بنابراین شما یه رابطه هم جدا از هم داشتید، هم رابطه که توش تقریبا هیچ نوع ارتباط نزدیکی فرم نگرفته، درسته؟ نمیدونم چرا انقدر صدا قطع و وصل میشه. اگر بدونم میتونم دوباره مجدد شما رو بگیرم دوباره زنگ میذارم. شما با کارت اجازه بدید، شما با کارت گرفتید؟ شما با کارت گرفتید ما رو؟ نه من مستقیم از تلفن گرفتم، البته که امریکا نیستم. خیلی خوب، دوباره بگیرید پس. باشه، خیلی ممنون، خواهش میکنم. ببخشید، بذارید اون یکی تلفنم قطع شد.
بگذارید که دوباره شما ما رو بگیرید. ببینید، به نظر میرسه که این گسست ارتباطی بین شما و دختراتون بیشتر از یک مادریه که جدا شده ولی با بچه هاش ارتباطش رو حفظ کرده و خلا میتونم بفهمم تو ذهن این دخترا این باشه که خب تو ما بچه ها رو گذاشتی زیر دسته یه پدری که تو نتونستی تحملش کنی و ما زیر دست اون موندیم. حالا اونا اون موقعی که نمیگن قوانین اون مملکت ستمگره و خودت فرار کردی و رفتی و تحصیل کردی و رفتی یه جای امن دنیا زندگی کردی و به این ترتیب. بفرمایید خانم. خانم بله. دکتر فنودی؟ بله، شما تونستید بله. منو گرفتید. من تماس گرفته بودم. بله بله. بله. من عرض می‌کنم بهتر شده. بله، باشه. من عرض کردم. اگه بتونید سوالتون رو بفرمایید مجدد. من گفتم که به نظر میرسه شما در این مدتی که با بچه‌ها رابطه نداشتی، به نظر میرسه هیچ نوع ارتباطی نداشتین. چون مثلا یه موقع مادر جدا میشه ولی سالی 3 بار 4 بار 5 بار تو تولد بچه‌ها کادو میفرسه، خاله رو میفرسه دم مدرسه بچه‌ها، بچه‌ها رو ببینن. مثل که اینطور نبوده مال شما. نه، من سعی کردم قبل از این داستانایی که اصلا کلا قطع بشه رابطه، خیلی یک سال و خورده ای اصرار کردم، مریضی کشیدم بچه ها رو بیارم پیش خودم یا ببینم. و خب اون شوهر سابق من خیلی آدم کاراش عجیب غریب بود دیگه، بچه ها رو میفرستاد، بعد میدیدش که مثلا من میگفت خب 3 ماه میفرستم پلیزو، بعد میفرستاد، چون ما تو 2 شهر مختلف بودیم در ایران، بعد یه دفعه زنگ میزد میگفت یکی رو فرستادم در خونه، بچه ها رو پس بفرستم بیاد. یعنی خودش هم گفت من از بچه ها وسیله میکنم که تو برگردی، چون نمیخواد که جدا بشیم. بعد که من با روانشناس اینا در تماس بودم صحبت میکردم، بعد از یه مدت گفتن که بعد خب من شدیداً مریض میشدم، بچه ها همچنین، به من گفتش که این شرایط سالم در ایران نیستش که اینطوری جدا شدن. اگر تو بتونی تحمل کنی که کلا قطع بکنی که این بچه‌ها رو یویو نکنه، هی ببره بکشه بیاره آزار بده، چون اینجوری بچه‌ها و اون متوجه نیست که بچه‌ها رو داره آزار میده، فقط داره وسیله میکنه، بهترین کاریه که میتونی در حق بچه‌هات بکنی. خب خیلی برای من سخت بود قبول همچین چیزی، ولی قبول کردم. اما در خفا هم به طریق آشناهای این طرف و اون طرف هدیه‌هایی به مدرسه میفرستادم. منتها قدغن کرده بود اون زمان که هنوز اولش بود مدرسه رو عوض نکرده بود، قدغن کرده بود کسی چیزی اصلا نه بیاد نه بده نه ببینه نه هیچی، که قوامش پس فرستاده میشد. یعنی اصلا نشد که واقعا بشه که خیلی خوب. من برگردم به سوال مستقیم شما. دختر شما وقتی به آلمان میرسه، شما حالا از طریق اینستاگرام، از طریق ایمیل، هر چیه، فقط میتونید شوقمندی خودتون رو برای دیدن او بهش ابراز کنید، ولی به هیچ عنوان یهو بری تو فرودگاه و هیجان زدش بکنی و اون آمادگی نداشته باشه یا داشته باشه. فقط شما میتونی بگی که یکی از بزرگترین اتفاقهای زندگی من آمدن تو به آلمانه، که در اینجا یه سرزمینیه که دیگه قوانین عقب مونده حکومت نمیکنه و الان من و تو آزاد هستیم که رابطه مادری و دختری خودمون رو داشته باشیم. من با شوق کامل مایلم هر چه زودتر به هر شکلی که تو بخوای، در هر کجایی که تو بخوای تو رو ببینم، ولی به خواسته تو احترام میذارم و تا وقتی که تو موافق نباشی سرزده وارد فضای زندگی تو نمیشم. این تنها کاریه که شما میتونید بکنید که او رو نترسونه و بعد بهشم کنترل روی زندگیش بده هر جوری که لازم داره. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید. هلو، شما روی خطید ولی صحبت نمی کنید. نمیدونم چرا صداتون پخش نمیشه. من نمیدونم چه اشکالی هست توی تلفن‌ها.
روشن و خاموش میشه. بله بفرمایید دوست عزیز. ببخشید خانم دکتر، قطع شد تلفن. بله اون یکی، اون یکی خ... تماس گرفتم اگه اشکال نداره. بله اون یکی خطام قطع شد، ولی من صحبتم با شما تقریبا تموم شده بود، گفتم باید کاملا با موافقت بله، بله. او باشه. همین متوجه شدم، خیلی ممنون. البته همین. من خودم فکر کرده بودم چون دولت آلمان از من خواسته بود که من امضا کنم، پس بنابراین من یه مسئولیت قانونی هم دارم، حداقل کاری که میتونم بکنم اگه نخوادم حتی من ببینه سرکشی به فضای مدرسه و اینجور چیزاش باشه، ولی شما میگین اونم با باید با میل با اجازه خودش باشه، چون یادت باشه که این از چنگ یه پدر کنترولینگ فرار کرده و حالا اگر حس کنه تو چنگ یه کنترل مادرانه افتاده، باز اون تلخی براش بر میگرده. ولی شما با اجازه خودش میتونی تو هر قسمت زندگیش مشارکت داشته باشی. درسته. با اجازه خودش. خب بفرمایید، شما که اجازه سر خودید. بفرمایید. اگر فرصت ندارید. نه خیر بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. دختر بزرگم هم که گفتم این همه اصرار کردم بیاد و نیومد، الان هفته پیش به من مسیج دادی که من دوست پسرم میخواد بیاد خواستگاری، میخوام ازدواج کنم. البته خیلی من اونم داشت تلاش میکرد که درسشو بخونه، امتحاناش هم پس کرد که از ایران بیاد بیرون. درست در همین موقع یه نفر پیدا شده که، و من کاری فکر نمی کنم کاری بتونم کنم، خیلی چیزا به ذهنم رسید، خیلی به خودش البته گفتم که این شانس از خودت نگیر، هنوز 31 سالت، اصلا جای ازدواج کردن نیست تو این سن و اینا. ولی شما نظری دارین من کاری غیر از این میتونم فکر میکنم کنم که؟ خب به شما خبر داد چی؟ خبر داد چی؟ که دوست پسرم میخواد بیاد ازدواج کنم، خواستگاری و ازدواج کنم، و من فکر میکنم باید فرار از پدر باشه، یعنی اون شرایط محدود خونه که حتی با فامیلا هم ارتباطشون رو قطع کردن، اصلا یه فضای خیلی بله. من اگر جای شما باشم به عنوان مادر نظر خودم رو کامل میدم که 21 سال برای ازدواج سن کمیه و ای کاش تو به تحصیلت ادامه میدادی، ای کاش آینده خودتو میساختی مستقل، ولی باز چون به اصطلاح من این همه سال در زندگی شما دخالتی نداشتم، فقط میتونم اظهار نظر بکنم و از آرزوی خودم با شما صحبت بکنم، ولی که میدونم که نمیتونم تأثیرگذار در تصمیم گیری شما باشم. خواهش میکنم. خدا حافظ. هلو بفرمایید دوست عزیز. ورکم خانم، میتونم با خانم دکتر صحبت کنم؟ بله من فرنودی هستم، بفرمایید. سلام هستم خانم دکتر. ببخشید سوال من در مورد پسرم هستش که قبلا با تون صحبت کردم، ولی حالا ممنون میشم اگر کامل برای من بگید. ایشون به خاطر پنیک اتاکی که دارن دکتر بهشون پیشتیک دادن، قرصی رو مصرف میکنه، اما ایشون مصرف نمیکنه، یعنی تجویز شده ولی به دروغ مثلا به من میگه که خوردم ولی نمیخوره. به هر حال من با صحبتی که با شما کردم به نشستم که نباید بهش اصرار بکنم. اما الان ماه آینده ما قراره به یه مسافرتی بریم که حالا یه جزیره است تو هوایی، و قراره مثلا یه ماشینی رو رنت بکنیم و دور این جزیره با هم باشیم و با بچه دیگه هم با هم دیگه باشیم. اینه که در اون زمان به من محبت کنید، راه نمایی کنید که من آیا باید بهش مسکر بشم که تو قرصتو نمیخوری، و اینکه بخوای پشت رول بشینی و اگر همچین اتفاقی بخوای پشت رول بیفته یه خطر جانی برای همه ما داره، آیا من این کارو باید بکنم یا نکنم؟ آیا بهش بروش بیارم که تو قرص نمیخوری نباید رانندگی بکنی؟ اوکی. شما یا نه اجازه به من راه نمایی کنید، ممنون میشم. اوکی. شما دارید میگید که این قرص به دلیل پانیک اتاک به او داده شده یا انگزایتی اتاک. قرص پرستیک یکی از قرص های خانواده SSRI هست که در واقع افسردگی و اضطراب رو توامان درمان میکنه. اگر این مدت نخورده ولی پانیک اتاکی هم نداشته، بنابراین خودش بیشتر در کنترل این موقعیت هست. حالا اگر شما احساس امنیت نمی کنی او رانندگی کنه، اون وقت برای رانندگی حالا فرزند دیگرتون اگه رانندگی میتونه بکنه، به او
بگید رانندگی کنه، خودتون اگه رانندگی میتونید بکنید خودتون رانندگی کنید. مسئله احساس امنیت نکردن شما یه مسئله ای که میتونی با او در میون بذاری. پسرم من نگران اینم که تو پشت فرمون حمله به اصطلاح اضطرابی بگیری و جان همه ما در خطر باشه، یا قرص تو بخور یا رانندگی نکن. ولی کار دیگه شما از دستت بر نمیاد. اون دفعه من به شما گفتم یه موقع میبینید که این بچه ها خودشون میدونن که اون حمله اضطرابیشون فقط تحت یه شرایط خاص بوده، یه بار بوده و تکرار نمیشه. حداقل خودشون فکر میکنن که تو اون شرایطی نیستن که این مسئله دوباره تکرار بشه. مثلا به عنوان مثال بعضی وقتا این انگزایتی اتک وقتی اتفاق میفته که اینا مشروب زیاد میخورن، یه موقع اون انگزایتی اتک یه وقتی اتفاق میفته که از دوست دخترشون جدا میشن یا از جفتشون جدا میشن، یه موقع اتفاق میفته وقتی که تو یه امتحان سخت دارن. ولیکن به طور کلی اگر دارویی که به ایشون دادن فقط پرستیکه، یک داروی جدی مثلا دارویی که برای سر داده میشه نیست، یا مثل دارویی که برای به اصطلاح حالتهای توهمی داده میشه نیست، من اگر جای شما باشم فقط از به اصطلاح ترس خودم حرف میزنم نه چیز دیگری. شما میترسید با او پشت فرمونی بشینید که او حمله اضطرابی بگیره، اینو به همین سادگی میگید و اگرم او قبول نکرد میتونید سوار نشید. دوستان به من اشاره میکنن که به آگهی ها رسیدم، اجازه بدید که بعد از چند آگهی در خدمت شما خواهم بود. سلامتی خود را به دست یک متخصص واقعی بسپارید و با ویتامین های بدون اعتبار و مطالعه زندگی خود را به خطر نیندازید. دکتر هوبان دارای بورد تخصصی طبیعی درمانی و دکترای علوم تغذیه با سابقه درخشان بیش از 40,000 پرونده موفقیت آمیز، تخفیف ویژه‌ای برای مشاوره شخصی و مکمل های طبیعی منحصر به فرد و معجزه آسای هلثلینکس ارائه می دهد. برای استفاده از این فرصت استثنایی با ما تماس بگیرید. My name is Dr. Alex Nahibi. I'm running for city council for beautiful city of Mission Viejo. I can help the city of Mission Viejo with their budgeting and financial. My educational background and experience will be brought to helping to improve beautiful city of Mission Viejo. نگران چه هستید؟ آیا املاک و دارایی‌های شما در ایران توقیف یا تصرف شده؟ آیا برای انجام امور انحصار وراثت، رفع توقیف از اموال خود، طلاق به دنبال وکلای کارآمد و مجربید؟ دفتر حقوقی میهن با مدیریت آقای کاشی با همکاری وکلای پایه‌ای که دادگستری در ایران و آمریکا راهگشای مسائل حقوقی شما میباشد. 408-444-7000 310-967-7755 و عضو 50-50-100.
آژانس مسافرتی الیت با 35 سال سابقه خدمت به جامعه محترم ایرانی قیمت‌های استثنایی به ایران و اقصا نقاط جهان را اعلام می‌کند. جهت اطلاع و رزرو بلیط‌های خود، تورهای دست جمعی و کشتی‌های تفریحی در سال 2016 با تلفن 949-252-91-11 تماس حاصل فرمایید. زمان زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تصادفات فقط یک نام بر زبان‌ها جاری است: پیام شایانی. پیام شایانی نامی معتبر ثابت شده با تجربه رسیدگی به بیش از 5000 پرونده و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت. دفاتر پیام شایانی با بیش از 40 کادر قانونی، قوی ترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی، در خدمت شماست. برای دریافت بالاترین خسارت در پرونده های تصادفات با ما تماس بگیرید. 818-777-777 و یا Lucky 7. کلاسی، elegant, stylish, unique. جواهری بلندیان، واقع در تورنتو، شاپس آن یانگ. پرونده های قانونی خود را در رابطه با تصادفات، صدمات بدنی و همچنین موارد مربوط به کارمند و کارفرما به دست قدرتمند ما بسپارید. دکتر شهرام درگاهی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، بهترین انتخاب برای دفاع از حق حقوقی شما و برای به دست آوردن بالاترین امتیاز از شرکت های بیمه. از تجربه و توانایی ما برای حل مشکلات قانونی خود استفاده کنید. به نفع شماست. دفتر حقوقی شهرام درگاهی، 818-922-0563. رستوران گیلانه با افتخار تقدیم می کند. تا چرا؟ سالن مجلل تا چرا در بهترین هتل شهر تورنتو آماده برگزاری جشن‌ها و مهمانی‌های شما، همراه با موزیک زنده و هنرنمایی آیگن و سرو غذاهای لذیذ گیلانه. تاچارا در شماره 900 یورک میلز، واقع در هتل وستن پرینس، با پارکینگ رایگان. تلفن رستوران گیلانه و تاچارا 416-832-0101. درود بر جامعه ایرانی خوشفکر و خوش‌سلیقه. آژانس مسافرتی اطلس با بیش از 30 سال سابقه خدمتگذاری به شما عزیزان، نامی آشنا و مطمئن که با بهترین برنامه‌ها و قیمت‌ها برای سفر به سراسر جهان، شامل تورها، کروزها و سفرهای هوایی و تورهای تفریحی به کوبا. قیمت‌های مخصوص به تهران با پروازهای فوق‌العاده و جدید ایر فرانس، قطر، امارات، ترکیش ایرلاین. قیمت‌های استثنایی برای مدت محدود بیزنس کلاس از 2422 با 3 چمدان، اکونومی کلاس از 719 با 3 چمدان. هر چه زودتر با آژانس مسافرتی اطلس تماس بگیرید. 949-851-5050. برای اطلاعات بیشتر از نرخ‌ها به وبسایت ما مراجعه نمایید. atlasticket.com. آژانس مسافرتی اطلس. امپریال کریستال، توجه توجه، یک خبر مهم برای اولین بار بعد از 30 سال. امپریال کریستال، کلی اجناس سمپل شوروم در معرض فروش با 70% تخفیف. لوستر کریستال و مدرن، اجناس تزئینی، آینه و کنسول، کابینت و انتیک، 70% تخفیف. امپریال کریستال در 11872 ویلشور بولوارد بین باندی و برلینگتون با پارکینگ رایگان. 310-477-7054. امپریال کریستال. هپی ترابل تقدیم می کند. تورهای زیبا و استثنایی هپی ترابل به مدیریت الیزابت نوراهیان شما را به سفرهای دلپذیر دعوت می کند. تور 11 روزه به سنگاپور، تایلند، هنگ کنگ، 14 نوامبر در زیباترین هتل‌ها با 3 وعده غذا در روز. تور 11 روزه به هندوستان و دبی، دیدار از نیودلهی، آگرا، جیپور و دیگر شهرهای زیبای دیدنی هندوستان و دبی 26 اکتبر. با هپی ترافل ساعتی پرنشاط و خاطرانگیز را با خانواده و دوستان تجربه کنید. برای آگاهی بیشتر
و رزرو جا می توانید با خانم الیزابت نوراهیان با تلفن 310-570-7076 تماس بگیرید. بله دوستان عزیز، خطوط ما 818-70-80-222 818-70-80-300. نکته ای رو که در مورد حسادت مطرح کرده بودن عزیزان، این رو من اجازه بدید یک ذره عمیق‌تر ببینید. اولا حسادت یک حس مثل بقیه حسا، مثل ترس، مثل شادی، مثل اندوه. در خانواده عواطف ما یکیش هم حسادت وجود داره. حسادت رو هم باید تقسیم کنیم به رشک و حسادت. رشک اون انوی، اون چیزی است که در واقع شخص حسرت داره از این که ای کاش آنچه که تو داری من هم داشته باشم. خب بنابراین مثل یه بچه‌ایه که یکی بچه دیگه داره بستنی میخوره، اون که بستنیشو لیس میزنه، این حسرت میخوره که ای کاش من هم اون بستنی رو داشته باشم. ولی حسادت اینیه که تو چرا داری؟ بنابراین مثل که این بچه بدوه، اونو هول بده بستنیشو بندازه زمین. یک مادر بزرگی تعریف میکرد از نوش، یه حرف بسیار بسیار بامزه. میگفت که یه پسر بچه 5 ساله، میگفت از کودکستان اومده خونه، مادرش پرسیده که از کودکستان اومده خونه توی ماشین تا نشسته، گفته از من نپرس امروز روزت چطور بود، برای اینکه روزم خیلی بد بود. بعد مادر میگه خیلی خوب نمیپرسم، ولی هر وقت خودت دلت خواست به هم بگو که چرا بد بود. گفت برای اینکه ستاره طلاییمو ازم پس گرفتن. اینجا ستاره طلایی میدن به بچه‌ها به عنوان کار خوبی که مثلا کردن، ستارمو ازم پس گرفتن. بعد مادرم میگه که او مثلا امیدوارم یه موقع دیگه دوباره این ستاره تو بهت پس بدن و اینا. 2 روز میگذره، میاد خونه، سوار ماشین که میشه میگه امروز روز من خیلی روز خوبی بود. مادر خیال میکنه که ستارهشو بهش پس دادن. میگه که ستاره تو بهت پس دادن؟ میگه نه، ولی ستاره بقیه بچه‌هام گرفتن. این که حالش خوب میشه ستاره بقیه بچه‌ها رو بگیرن، این اون احساس حسادته. حالا این به قول فروید و سایکوانالیستا ما یه چیزی داریم به اسم دایاتیک جلسی که عبارت است از اون حسادتی که در 3 سال اول عمر شکل میگیره و ربط به اون وابستگی و دلبستگی و چسبندگی کودک با مادر داره. کودک و مادر اون رابطه ویژه رو دارن تا اینکه کودک متوجه میشه یه موجودی هم به نام پدر با مادر رابطه داره. در اون سنین کودک به دلیل نابالغی عاطفی که داره فکر میکنه هر وقت مادر با اون یکی فرد رابطه داره منو رها کرده. خواسته کودک در این دوران اینه که من با مادر رابطه داشته باشم تنها، من با پدرم رابطه داشته باشم تنها، اما اون دوتا با هم رابطه نداشته باشم. خب یعنی من در مرکز 2 رابطه باشم. این دوران اگر سالم سپری بشه، بعدها کودک از سنین 5 سالگی درونی میکنه که وقتی مادر با پدر رابطه داره منو فراموش نکرده، و حتی وقتی با برادر دیگه یا خواهر دیگه یا غریبه یا بچه تو کودکستان
رابطه داره من فراموش نشدم، چون استواری این رابطه درون درونی شده. بسیاری از ما بزرگسالان کودک روان در این مرحله تثبیت شدیم و موندیم و فکر میکنیم که اگر همسر من با منشیش صمیمانه سلام علیک کرد به من داره خیانت میکنه. این از اون نوع حسادت های کودکوار است. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. دکتر فرمودم من خسرم از جورجیا. بله آقا بفرمایید. خوبی شما؟ ممنون آقا بفرمایید. من بخواستم خیلی تشکر بکنم از شما که هفته پیش جواب منو دادید شما. ممنون آقا، مرسی. خواهش میکنم. واقعا از شما خیلی ممنونم. خواهش میکنم. با کمال تشکر. ممنون آقا، مرسی. بله، بنابراین این تفاوت رشک و حسد رو هم باید بپذیرید. حالا این احساسات به همه آدما دست میده. نوع سالم ابراز حسادت اینه که آدم ازش حرف بزنه و این کار آدم فقط با آدمهای امن میکنه. ولی اون وقت بچه هایی که سالم بزرگ شدن اینو یاد گرفتن. مثلا نوه کوچیک ما تولدش بود، خب موقع تولد معمولا مادر پدر بیشتر توجه میکنن و اینا، و بعدم این یه کسالتی هم یه مقداری پیدا کرد و یکی دو شب پیش مادر خوابید، یا مادر رفت تو تخت اون پیش اون خوابید و اینا، و بعد صبح خواهرش گفت که منم امیدوارم که من ناخوش بشم، به دلیل اینکه وقتی شب اومدم دیدم تو پیش خواهرم خوابیدی حسودی کردم و فکر کردم که منم اگه ناخوش بشم تو میای پیش منم میخوابی. این بسیار بسیار سالمه، چون اون وقت مادرم برمیگرده میگه که او من نمیدونستم تو دوست داری اینقدر من پیشت بخوابم، خب نمیخواد ناخوش بشی. من وقتی که خواهرت حالش بهتر شد یه شبم میام تا صبح پیش تو میخوابم. خب ولی حسادت بیمار اونه که به زبون نمیاد و بعد آدم بر اساس اون نعلهای وارونه میزنه. یعنی مثلا خانوم و آقا لباس پوشیدن برن توی مهمونی، بعد آقا یهو نگاه میکنه میبینه خب شکم خودش یه خورده اومده بالا، موهای خودش سفیده، خب خانمش هم 7-8 سالم از خودش جوونتره، بعدم به خودش هم رسیده، لباس پوشیده و اینا، اومده پایین یهو تو آینه خودش اونو میبینه، حس میکنه که مثل که ما به هم نمیایم، مثل که این خیلی جوون نماتر از منه. واکنش سالم اینه که بگه که واو، من باید یه خورده به خودم برسم، یه خورده ورزش کنم و هیکلمو خوب کنم و اینا، تو چقدر الان جوانتر از منی، خوشگلتر از منی، حسودیم میشه، الان بریم بیرون، من و تو شبیه پدر و دختریم. این شیوه سالمشه. شیوه ناسالمش اینه که وقتی یه همچین عکسی رو تو آینه دید و این احساس بهش دست داد، اون وقت بیاد بگه که این چیه پوشیدی؟ این لباس چیه پوشیدی؟ من که با تو با این لباس تو همراه تو نمیام. بعد خود تو مثل 16 ساله ها درست میکنی، 10 دفعه بهت گفتم موتو کوتاه نکن، بعد اصلا فلان، هی 1 2 3 4 5، بالاخره کرواتو واز میکنه، من اصلا نمیام. حالگیری در اثر حسادت، شیوه های مسموم و معیوب ابراز حسادت. این بحثی بود که دوست داشتم در این مورد انجام بدم. عذر میخوام روی خط موندین، قطع شدین. 818-70-80-222 818-70-80-300. مسئله دیگری که باز توی ایمیل آگهگاه میاد و بسیاری از به خصوص دخترهای جوان میخوان که من رو این مسئله گفتگو و بحث بکنم، بحث دخالت مادر پدرای دو طرف، مادر و پدر دختر یا مادر و پدر پسر، در زندگی خصوصی زوجهای جوانه. مسائلی مثل خریدن خونه،
مسائلی مثل گذاشتن بچه ها به مدرسه، مسائلی مثل مهمون دادن، کیا رو دعوت کردن، کیا رو نکردن، مسائلی مثل اینوستمنت یا چقدر خرج میکنین، چقدر خرج نمیکنین، بچه هاتون رو چجوری تربیت میکنین، این دخترتون زیادی پر روه، اون یکی خیلی کم روه، و و و این مسائلی که منجر به دخالت، منجر به جر و بحث میان زن شوهر جوان میشه و زندگی اونها رو تلخ میکنه. بارها و بارها من به این مسئله اشاره کردم که مدل تشکیل خانواده امروزی، یه بار یادمه با آقای ویکتوری من صحبت میکردم تو استودیوی همین تصویر ایران قبل از برنامه صحبت میکردم و اشاره کردم به اینکه چه نوع زناشویی هایی شانس بقایشون و شانس عاقبت به خیریشون بیشتره و اشاره کردم که باید یک پسر کاملا مستقل و یک دختر کاملا مستقل مثل دو سیاره از منظومه عاطفی خودشون جدا بشن و بیان و منتظر یک موجود مستقل دیگه که او هم از منظومه عاطفی خودش جدا شده باشن و بعد در این زمان انتظار رو 7C که اولیش کمستری یا کشش و جاذبه است، دومیش کرکتر یا خلق و منش، سومیش کالچر یا فرهنگ، چهارمیش کامیونیکیشن یا شیوه گفتمان سلامت، پنجمیش کامیتمنت تعهدمندی، ششمیش کانفلیکت رزولوشن اسکیل یا مهارت در حل مسائل پیش آمده و هفتمیش کامپاتیبلیتی یا جفتجوری. گفتم این هفتا رو بسنجن بین خودشون دوتا، نه بین دوتا منظومه قدیمی یا منظومه کهنه‌ای که ترکش کردن، و بعد یک مدار جدید عاطفی تشکیل بدن که شتاب خودشو داره، جرم و مولکولی خودشو داره، دنسیتی خودشو داره، و بعد فرزندانی بیان و یک خانواده جدید فرم بگیره. و جالب آقای ویکتوری اشاره کردن اتفاقا در فضا هم همینطور اتفاق میفته که یک منظومه جدید افزوده میشه و بنابراین مادامی که این پسر یا این دختر یه پاش در اون منظومه قبلیه و با شتاب اونها و با جرم مولکولی اونها میخواد حرکت کنه، این منظومه جدید فرم نمیگیره. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو، عصر بخیر خانم دکتر. ممنون خانم، بفرمایید. شما داشتین صحبت میکردین راجع به اون خانم آقا و آرایش و لباس پوشیدنشون. خب حالا این جریان پیش اومده، تکلیف اون خانم چیه؟ اونم لباسش در بیاره نره، یا که خانم را بیفته بره؟ شما سر صحبت رو باز میکنیم ولی چاره جویش مجهول میمونه. خیلی خب، مجهول برای اینکه مجهول نمونه. بله، این انتخاب ها معمولا انتخاب های شخصیه و ربط به شرایط و بنیه عاطفی، اقتصادی، روانی اون فرد داره. اون خانوم اگر من باشم، که خوشبختانه همچی چیزی تو 47 سال زندگیم اتفاق نیفتاد، اگر من باشم وقتی آقا لباسشو کند گذاشت زمین، میگم متاسفم که توی این مهمونی همراه من نیستی، ولی من چون قرار داشتم برم و آمادم شدم، من میرم. به اندازه‌ای که تو بودی به هم خوش نمیگذره، ولی میرم. اما من اینو نمیتونم تجویز کنم به یه کسی که اگر این کارو کرد زندگیش پرآشوب‌تر میشه. به این دلیله که من معمولا واگذار میکنم انتخاب ها رو به افراد. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. خانم دکتر سلام عرض میکنم. چه مطلب قشنگ داری مطرح میکنید. من خودم یک زندگی دارم که حاصل دخالت های
مادر شوهر و خواهر شوهر بوده و به هر حال منجر به طلاق شدم، ولی میخوام تجربه خوبی برای دست آوردم برای بچه ها، میخوام یه مادر شوهر خوبی باشم، ولی تو این فکرم که آیا پرینوپ داشتن برای بچه ها یه چیز درستی هست یا نه؟ ممکن راجع مسئله صحبت کنیم، چون برای بچه های ثروتی رو دارن و با ازدواجشون میخوان این در دست خودشون باقی بمونه. ما دو تا ما بله ببینید، ما یا ازدواج رو یک به اصطلاح ارتباطی مبنی بر احساس و شکوفایی احساس میدونیم، یا یک قراردادی میدونیم برای یک کاری که آدم ها باید بکنن. prenuptial agreement یا اون تعهد جدایی ثروت قبل از ازدواج طبیعتاً یک کار عاقلانه است، اما عاشقانه نیست. چون من همیشه میگم از مدل طبیعی، شما ببینید وقتی اسپرم و اوول، تخمک زن و اسپرم مرد میخواد حیات تشکیل بده، اولین کاری که میکنه اینه که درون هم رخنه میکنه. خب بعد سیتوپلازم یا مواد غذایی که اونجا موجوده و بیشترش هم مال زنه، میخورن با هم تا به کنار هسته میرن و حیات شروع نمیشه تا پرده هسته هم پاره میشه، یعنی مشارکت کامل میشه. بعد از اونه که کروموسوم ها روی هم جفت میشن و حیات شروع میشه. خب این مدل آغاز حیاته. همین گونه هست حیات روانی اجتماعی یک نهاد خانواده. اما اگر یک زن و شوهری، یک دختر و پسری خواسته خودشون اینه، نه فرمول مادر و پدر که تزریق کنن، یک زن و شوهری خواسته خودشون اینه، خوشبختانه الان زنان ثروتمندم زیادن، یه خانومی میخواد بگه ببین عزیزم من میخوام ثروتی که تا امروز دارم مال خودم باشه، برای تو اوکیه؟ یا یه آقایی میتونه بگه عزیزم من ثروتی که تا کنون دارم برای خودم میخوام باشه، اوکیه؟ یا میگن آره یا میگن نه، یا ازدواج صورت میگیره یا نمیگیره. ولی عاشقانه ترین کار دنیا اینه که آدم هر آنچه که داره در اختیار، من چه در پای تو ریزم که بسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. اگر ازدواج قرار عاشقانه عشق باشه، اگر یه قرارداد برای تخم ریزی و جفتگیری، قوانین خودش رو داره، فرمول های خودش رو داره و هر کسی هم آزاد مدل خودش رو انجام بده. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. خب دکتر، سلام عرض می‌کنم. من تو کانالم عرض می‌کنم که توضیح بدیم در برابر آقایونی که بله، من اینو اولا یه توضیح مختصر دادم، الان شما نشنیدید، بعدم هفته آینده در تلویزیون اندیشه این کار رو خواهم کرد. علت این که ببینید سوء زن رو من توضیح دادم که یا سوء زن بیمارگونه که بیماری پرانویاست و فقط با دارو درمانی بهتر میشه، یا یه شیوه کنترل مردان خائنه که از طریق فرافکنی خیانت خودشون بر زنها میخوان اونها رو کنترل کنن، یا به عبارت دیگه گرفتار نوعی بدبینی هستن که در اثر افت هورمون‌های جنسی خودشون و عدم کفایت جنسی برای رضامندی همسرشون میترسن، وحشت میکنن و گرفتار این نوع بدبینی ها میشن. موسیقی بسیار زیبایی رو انتخاب کردم که با هم بهش گوش میدیم و تا هفته دیگر همگی شما رو به روزگارانی خوش می سپارم. Thank you.
چی کار میکنی با دلم روزگار؟ دیگه خاطراتو به یادم نیار. ندیدی مگه چی سرم اومده؟ جوونیمو دادم پای عشق یار. چقدر خاطره اون عزیزه که من با این که هنوزم ازش دل خورم. اون اسمم رو یادش نمیاد و من هنوزم رو اسمش قسم میخورم. هنوزم رو اسمش قسم میخورم. یه عمری گذشت و هنوزم تو فکر همون یار نامهربونم. با حسرت یه گوشه نشستم دارم زیر لب هی میخونم. دلکم تنها گذاشتم، هر کی رفته پی کارش. اون که پاش عمرت رو دادی حالا رفته پی یارش. دلکم دیدی دروغه، دیدی تنها دلکم دیدی جوونیت چجوری با قصه سر شد. بهترین شبای عمرم توی تنهایی سحر شد. دلکم مردم این شد قصم اونو نمیدونن. اگه با خبر بشن از رازمون با ما میخونن. میخونن تنهات گذاشتن، هر کی رفته پی کارش. اون که باش عمرت رو دادی حالا رفته پی یاره. My name is Dr. Alex Nahibi. I'm running for city council for beautiful city of Mission Viejo. I can help the city of Mission Viejo with their budgeting and financial. My educational background and experience will be brought to helping to improve beautiful city of Mission Viejo. اکثر گرین کارت آمریکا بدون نیاز به سرمایه گذاری و یا داشتن هر گونه تخصص. 416 490 16 12.
آژانس مسافرتی امیری تقدیم می کند. تور تایلند و سنگاپور، جزایر همیشه سبز، دیدار از بنکاک، پاتایا، پوکت و کشور همیشه زیبای سنگاپور، خرید اجناس کمیاب، تور محبوب و دیدنی هندوستان و دبی، کشور رقص، رنگ و جواهر، دیدار از دهلی، آگرا و جیپور، تاج محل یکی از عجایب هفتگانه دنیا و دبی با گردش‌های جذاب، خرید اجناس و جواهرات کمیاب در بزرگترین مراکز خرید دنیا. amirutravel.com 818-758-2626 آژانس امیری. از این پس پخش برنامه‌های جدید شفا با دکتر هابان افروز هفته از شبکه بین‌المللی تصویر ایران به شما عزیزان تقدیم می‌گردد. زمان پخش برنامه‌های دکتر هابان به وقت لس آنجلس هر شنبه و یک شنبه 9 بامداد، دوشنبه و پنجشنبه 6:30 بعد از ظهر، چهارشنبه 12:30 بعد از ظهر و جمعه ساعت 1 بعد از ظهر. کلاسی الیگنت stylish, unique. جواهری بلندیان، واقع در تورنتو، شاپس آن یانگ. آژانس مسافرتی الیت با 35 سال سابقه خدمت به جامعه محترم ایرانی قیمت‌های استثنایی به ایران و اقصا نقاط جهان را اعلام می‌کند. جهت اطلاع و رزرو بلیط‌های خود، تورهای دست جمعی و کشتی‌های تفریحی در سال 2016 با تلفن 949-252-9111 تماس حاصل فرمایید. زمان زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تصادفات فقط یک نام بر زبان‌ها جاری است: پیام شایانی. پیام شایانی نامی معتبر ثابت شده با تجربه رسیدگی به بیش از 5000 پرونده و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت. دفاتر پیام شایانی با بیش از 40 کادر قانونی، قوی ترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی، در خدمت شماست. برای دریافت بالاترین خسارت در پرونده های تصادفات با ما تماس بگیرید. 818-777-777 و یا Lucky 7. کمپانی زینا شکرابی با سالها تجربه موفق در زمینه وام‌های مسکونی، تجاری، وام ساخت و ساز، ریفایننس و لاین آف کردیت در محل جدید در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. دسترسی به بیش از 50 کمپانی وام دهنده این امکان را میسر می سازد که وام مورد نیاز شما در مدت کوتاه و با کمترین بهره گرفته شود. با تشکر از تمامی شما عزیزانی که در تمام این سالها من رو پشتیبانی کردید و اجازه دادید که در بزرگترین سرمایه گذاری زندگیتون با شما همراه باشم. zsamortgages.com Classy, elegant, stylish, unique. جواهری بلندیان، واقع در تورنتو، شاپس آن یانگ. Thank you.
برای مهاجرت به کشور کانادا مطمئن‌ترین راه اقدام از طریق سازمانی است در قلب تورنتو. سازمان امور مهاجرتی مهرانه طباطبایی با سالها تجربه درخشان در امر مهاجرت ایرانیان از سراسر دنیا به کشور کانادا از طریق سرمایه‌گذاری، تجاری، تخصصی و دانشجو. مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. سالها تجربه، تخصص و هزاران پرونده موفق ما تضمینی است برای مهاجرت شما از طریق این سازمان. مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. تلفن های تماس 416-490-1931 416-490-1612 و فکس